برنامه دهم از دوره بیستم این مجموعه برنامه ها در خدمت شما هستم. دوره بیستم اختصاص داره به پاسخ به این پرسش که چرا جمهوری اسلامی علی‌رغم ناکارآمدی، تقلب، فساد، اتلاف، تبعیض، امتیازات و سرکوب و کشتار برای 14 دوام آورده. با توجه به ظرفیت‌هایی که مردم ایران دارند، با توجه به فشارهای جهانی، چرا این حکومت همچنان بر سر پا مونده؟ من تلاش کردم در 9 برنامه گذشته به ابعادی از این موضوع بپردازم، چون معتقدم در عالم اجتماعی، در جامعه مسائل تک بعدی و تک علتی نیستند. علل و دلایل متفاوتی رو شما برای یک پدیده میتونید بر بشمارید. مثلا مسئله اعتیاد، مسئله فقر، مسائلی از این قبیل رو شما با یک عامل نمیتونید توضیح بدید یا بفهمید. دوام جمهوری اسلامی هم از همین جنس هست به نظر من. این موضوع رو فقط با یک علت مشخص، مثلا حالا یا حمایت جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی، یا تئوری توطئه، یا بالاخره کنار آمدن جامعه جهانی با جمهوری اسلامی، این برای اینکه یک رژیمی بر سر کار بمونه کافی نیست. باید دید که واقعا چرا این حکومت تونسته از بحران‌های مختلف سر بیرون بیاره. در 9 برنامه گذشته من به 9 علت یا دلیل مشخص اشاره کردم. علت اول سازوکار به خدمت گرفتن چهره هاست، چهره‌های ورزشی و هنری در دستگاه تبلیغاتی. دلیل دوم عدالت نمایی و فروش خود به عنوان رژیمی که طرفدار فقرا و مستضعفان هست. دلیل سوم بازی با جامعه جهانی یا فریفتن جامعه جهانی، بازی کردن پلیس خوب پلیس بد، یا قرار گرفتن در اتحاد کشورهای دیکتاتوری و کشورهای اقتدارگرا، روابط مثبتی رو که جمهوری اسلامی با چین و روسیه داره. دلیل چهارم اینکه بخشی از جامعه ایران متاسفانه به رنگ رژیم در آمده و این رژیم رو تحمل میکنه. نسبت به فساد این حکومت، نسبت به ناکارآمدی این حکومت، حساسیت ها متاسفانه در ایران پایین هست. دلیل پنجم تراژدی ایران شناسی، اسلام شناسی و خاورمیانه شناسی در کشورهای غربی است. حکومت دیکتاتوری ایران، حکومت اسلامگرای قصاب ایران متاسفانه به درستی به جامعه غربی معرفی نشده. دلیل ششم رسانه‌های به هم ریخته و بسیار ضعیف و غیر حرفه‌ای فارسی زبان در خارج کشور، که اونها هم متاسفانه به نظر من کارشون رو درست انجام نمیدن. دلیل هفتم دروغ بودن دوگانگی اصلاح طلب و اصولگرا در داخل کشور و فریفتن مردم با این دوگانگی و کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی، در حالی که واقعا تفاوت چندانی میان آقای روحانی و آقای احمدی نژاد وجود نداره. دلیل هشتم این حس طلبکاری جمهوری اسلامی از جامعه جهانی، از مردم و خود حق پنداری، خودشون رو نمایندگی خدا در عالم تصور میکنن و این رو متاسفانه به مردم فروختن. مقامات جمهوری اسلامی بسیار پررو هستند. در شما با انواع و اقسام کسانی که از حکومت طرفداری میکنن صحبت بکنید، اینها همه در مقام جانی و قاتل و فاسد و مجرمن، اما همه دیگران رو، مخالفین خودشون رو این گونه معرفی میکنن. دلیل نهم هم مهندسی فرهنگ که متاسفانه 4 دهه در جامعه ایران در جریان بوده. بحث امروز من در مورد نقش مراسم مذهبی است در بقای این حکومت و تلاشی که حکومت در طی این 4 دهه کرده برای اینکه برنامه‌های مذهبی مختلف رو به ابزارهای تبلیغاتی خودش هم در داخل و هم در خارج کشور
تبدیل کنه، بالاخص چون در ایام اربعین هستیم. من تمرکزم رو میذارم بر همین داستان راهپیمایی اربعین که چند سالیست داره در کربلا اجرا میشه و جمهوری اسلامی نقش مؤثری در برگزاری این مراسم داره. در این برنامه من تلاش میکنم ترکیب جمعیت ایرانی شرکت کننده، بحث تدارکات، بحث هزینه هایی رو که در اونجا انجام میشه، اینها رو باز کنم. حالا از جزئیات ماجرا که حالا من خواهم پرداخت به تفصیل، بحث اصلی این هست که جمهوری اسلامی مراسم مذهبی رو به تدریج، نه یک باره یک شبه نیومدن بگن آقا تمام مساجد، تمام برنامه های مذهبی باید تحت نظر حکومت باشه. در طی 14 گذشته تقریبا تمام مراسم مذهبی در کشور یا در خارج کشور تحت سلطه حکومت در آمده و حکومت از این برنامه های مذهبی در جهت اهداف تبلیغاتی خودش استفاده میکنه. راهپیمایی اربعین کربلا در چند سال گذشته به محلی برای نمایش قدرت هلال شیعی از عراق تا لبنان تا جمهوری اسلامی، برید تا شیعیان افغانستانی و پاکستانی و شیعیان بحرینی و عربستانی در آمده. تلاش میکنن اونجا دور هم جمع بشن و قدرت شیعه رو و جمعیت شیعه رو به رخ دیگران، حالا چه غربی ها و چه اهل سنت در منطقه، اونها رو به رخ بکشند. تقریبا همه سازمان ها و نهادهای دولتی در ایران، چه نهادهای نظامی امنیتی، چه نهادهایی که تحت نظر آقای خامنه ای هستند، بنیاد مستضعفان، ستادهای مختلف برنامه های شرعی مثل ستاد امر معروف نهی از منکر، ستاد اقامه نماز، ستاد زکات، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و تمدن، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تمام این ماجرا، یعنی در واقع دیوان سالاری مذهبی در ایران تحت نظر حکومت، در کنار وزارتخونه های مختلف مثل وزارت راه، مخابرات، ارشاد، اینها همه بسیج میشن در ایام اربعین برای اینکه این مراسم با شکوه هر چه بیشتر برگزار بشه. و این در واقع سفارش مشخص خود آقای خامنه ای است. ایشون قبلا در این مورد صحبت کرده، اصولا هیچ چیزی رو پنهانی در این زمینه ها وجود نداره، روشن هست. من اصولا معتقدم در عالمی که امروز ما زندگی میکنیم امور پنهان بسیار اندک هستند و افرادی که با تئوری توطئه میاندیشند معمولا تلاش میکنن برن سراغ اون بخش پنهان. بخش پنهان بسیار کوچیکه. در همین دو هفته اخیر دو دسته سند منتشر شد در ایالات متحده. یک بخشش در مورد قتل کندی بود و دیگری در مورد القاعده. صدها هزار سند منتشر شد. از میان این صدها هزار سندی که منتشر شده، من به عنوان کسی که مدام اخبار سیاسی و روز رو دنبال میکنم، من در میان اینها چیز تازه‌ای ندیدم. همه اینها قبلا روشن بوده. اینکه کندی رو سازمان CIA ترور نکرده و اونایی که به معتقد به تئوری توطئه بودن این داستان رو میساختن، اینکه مارتین لوتر کینگ مرد هوسباز و زنبازی بوده، اینکه جمهوری اسلامی به القاعده کمک کرده و نیروهای القاعده رو در ایران جا داده، تمام چیزایی که از میان این چند صد هزار سند شما میبینید، اینا همش قبلا کسانی که اخبار رو دنبال کرده باشن، همه اینها قبلا برای اونها آشکار بوده. معمولا این بخش پنهان چیزی رو به دست ما نمیده. در جمهوری اسلامی هم بخش قابل توجهی از امور اینها روشن هست، چون صحبت میکنن. کسی که هر هفته در دو یا سه جلسه میاد و صحبت میکنه مثل آقای خامنه ای، یا دهانهای بسیار باز و گشاد فرماندهان سپاه و دیگر نیروهای سپاهی که همه جا هستن، همه جا هم حرف میزنن، اینا معمولا میگن که در ایران داره چی میگذره. یه بخشایی میخوان لاف بزنن، گزافه‌گویی کنن، از میان لاف زنی ها و گزافه‌گویی هاشون یه بخشایی میخوان به پایگاه اجتماعیشون اطلاعات بدن، اونها رو تشویق کنن. بالاخره از میان اینها در میاد. شما حتی اخبار و اطلاعات متناقض رو که اینها میدن در کنار هم بگذارید، در نهایت میتونید برسید به اینکه واقعیت ها در
چه محدوده است. در این زمینه بسیج همه امکانات دولتی برای برگزاری مراسم اربعین هم هم آقای خامنه‌ای صحبت کرده، هم از صحبت‌های دیگر مقامات و هم از رفتار حکومت کاملا روشن هست که اینا می‌خواهند یه مراسمی با جمعیت هر چی بیشتر در اونجا برگزار بشه. حتی جوانانی که در ایران مشمول سربازی هستند و برای اونها گذرنامه صادر نمیشه، اونها رو هم اجازه میدن که در این ایام به اربعین، در ایام اربعین به کربلا سفر کنن، برای که میخوان هرچه بزرگتر این داستان برگزار بشه. خب ما از این مراسم ابتدا ببینیم که چه چیزهایی رو میدونیم، واقعیات، فکت‌ها چیه. مهمترین فکتی که وجود داره این است که مقامات جمهوری اسلامی در مورد تعداد شرکت کنندگان در این مراسم دروغ میگن. دروغ‌های بسیار بزرگ، دروغ‌های بسیار عجیب و غریب. مقامات رسمی جمهوری اسلامی در 3-4 سال گذشته ارقامی بالای 20 میلیونی برای راهپیمایی اربعین ذکر کردند. در سال 93 گفتن 20 میلیون، در سال 94 گفتن 26 میلیون. این عین صحبت فرمانده نیروی انتظامی هست در 24 آذر 94. آقای جمال الدین شهرستانی، مسئول روابط عمومی آستان حسینی، میگه شمار دقیق زائران شرکت کننده در مراسم اربعین حسینی بین 10 تا 20 ماه صفر بالغ بر 20 میلیون زن و مرد و کودک بوده است که 2 میلیون تن آنها زائران غیر ایرانی از 50 ملیت جهان بودند. این رو از خبرگزاری فارس 24 آذر 93 من برای شما نقل میکنم که رقمی است که در سال 93 گفتن، در سال 94 گفتن 26 میلیون. البته سالهای بعد، یعنی برای سال 95 رقمی رو اعلام نکردن، دیدن که این دروغ به این بزرگی رو احتمالاً مردم نمیتونن باور کنن. حالا چرا دروغ این داستان 20 یا 26 میلیون؟ همینطور که در صحبت‌های آقای شهرستانی هم روشن هست، 2 میلیون از این 20 یا 26 میلیون غیر عراقی هستن. 1.5 میلیون ایرانی، 500 هزار نفر هم غیر ایرانی که تا حدود زیادی واقع بینانه به نظر میاد، چون جمعیت شیعه بحرین و عربستان به راحتی نمیتونن سفر کنن، اون حکومت هیچ کمکی به اونها نمیکنه، باید خودشون به زحمت بیفتن، هزینه تامین کنن، پولای نفتی نمیاد پشت داستان. در لبنان هم جمعیت شیعیان خیلی قابل توجه نیست، جمعیت شیعیان افغانستان و پاکستان و هند هم چندان قابل توجه نیست. تخمینی که این آقا در مورد جمعیت غیر عراقی میزنه، 500 هزار غیر ایرانی غیر عراقی، تخمین واقع بینانه ای هست. این هم که از ایران حدود 1.5 میلیون رفتن، اون هم نسبتاً واقع بینانه به نظر میاد با توجه به بسیج گسترده‌ای که در همه دستگاه‌های حکومتی و دولتی صورت میگیره و امکانات عجیب و غریبی رو که برای این داستان اختصاص میدن، باز رقم واقع بینانه‌ای به نظر میاد. اون چه که دروغ بزرگی هست این داستان 18 میلیون عراقی است و اگر 26 میلیون حساب کنید، 24 میلیون عراقی که در این مراسم شرکت کردند. جمعیت عراق در سال 2014 حدود 23 میلیون بوده. حالا فرض کنیم که 33 میلیون جمعیت عراق در سال 2014 بوده که بنا به گزارش‌های مختلف، آمارهای مختلف، حدود 60 تا 65 درصد این جمعیت شیعه هستند. حدود 20 درصد سنی هستند، 20 درصد هم کرد هستند. 60 درصد جمعیت 33 میلیونی میشه چیزی در حدود 20 میلیون. این که در یک مراسم راهپیمایی در یک کشور از کشور با حدود جمعیت 20 میلیون شیعه 18 میلیون تن اونها در این مراسم شرکت کرده باشن، این غیر از یک دروغ بزرگ نمیتونه باشه. چون در میان این 20 میلیون جمعیت شما افراد از پا افتاده دارید، پیر دارید، کودکان تازه به دنیا اومده دارید، بعد افراد معلول دارید در هر جمعیتی، بلخص در عراق که در طول 2-3 دهه گذشته مدام در این کشور جنگ بوده، باید حدود صدها هزار نفر
افراد معلول جنگی از جنگ ایران و عراق و جنگ با کویت و حمله ایالات متحده در عراق باید جمعیت معلول وجود داشته باشه. بعد هم این مردمی که قرار هست که از هر 10 نفر 9 نفرشون در این راهپیمایی شرکت کنن، اینها برای انتقال به این دوره وسایل نقلیه کافی، امنیت کافی که در عراق وجود نداره، تمام این داستانا، بعدم تعطیل کردن کامل اگر قرار باشه مثلا از شهر بصره‌ای که چند میلیون جمعیت داره 90% خارج بشه، این شهر کلا به تعطیلی میانجامه. اصولا امکان این وجود نداره، چون دستگاه‌های دولتی کارکنانشون در شرکت برق کار میکنه، که در بیمارستان کار میکنه، معلمه، تمام اینها رو نمیتوانن در کل این دوره 40. دولت عراق، من ندیدم جای عراق رو در طی این دوره کاملا تعطیل عمومی اعلام کرده باشه در طی مثلا 10 روز که تمام افراد بیان برای این راهپیمایی 40. یه دروغ عجیب و غریبی است. بعد سال بعدش که 26 میلیون بوده باشن، 24 میلیون عراقی شیعه از جمعیت شیعه عراقی بیشتر هست. مشخص هست که این رقم هایی که اینها میدن صرفا برای این هست که در منطقه، در دنیا اعلام کنن که ما چنین قدرتی در دنیا هستیم، قدرت بسیج کننده ما این گونه است و این همه آدم رو میتوانیم در یه دوره‌ای بسیج کنیم و بیاریم و داستان کربلا و مراسم مذهبی اونها رو برای جامعه جهانی یه داستان عجیب و غریبی نمایش بدن با دروغ‌های بزرگ، دروغ‌های خیلی خیلی دروغ عجیب و غریبی است که از مثلا جمعیت 20 میلیونی عراق، 20 میلیون شیعه عراق، 24 میلیون جمعیتشون در سال 94 در راهپیمایی شرکت کرده باشن. کسانی که یه ذره عقلشون کار بکنه و با آمار و اطلاعات سر کار داشته باشن به راحتی میتونن این دروغ‌ها رو تشخیص بدن. و اما اگه بیایم سمت ایران ماجرا، که بیشتر اون بخشش مد نظر من هست و اون بخششه که یک فاجعه بزرگ ملی است و یک فساد و سوء استفاده از قدرت عجیب و غریبی در این داستان به چشم میخوره و متاسفانه من در میان ایرانی ها ندیدم افراد چندانی که به این ماجرا اعتراض بکنند، چه از اصلاح طلب های مذهبی، چه اسلامگرایی که خارج کشور هستند، من ندیدم که اعتراض بکنن به اینکه چنین فاجعه ای در ایران در ایام 40 اتفاق میفته. توضیح بدم که چه این فاجعه چیست. بخش اول میریم به سراغ ترکیب جمعیت ایرانی شرکت کننده در این مراسم. خب در سال 96 اعلام شده که حدود 2 میلیون ایرانی روادید گرفتن برای اینکه به عراق سفر کنند. 3 گروه شرکت کننده رو میشه از هم تمیز داد، متمایز کرد در این داستان. قشر اول اعضای نخبه کاست حکومتی در ایران هستند، از نظامیان، فرماندهان سپاه در سطوح مختلف، صاحبان و رؤسای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های تحت نظر سپاه، دستگاه رهبری، اعضای هیئت مدیره این شرکت‌های دولتی که بخششون تحت نظر بیت و سپاه کار میکنن، مقامات دولتی، بالاخص نهادهای فرهنگی تحت نظر دولت، بیت رهبری و سپاه، و مدیران سطح بالای دولت. در ایران حدود 200,000 مدیر وجود داره. شما تصور کنید که این مدیرها حدود 150,000 تاشون در این ایام با خانواده هاشون به عراق سفر کنن، میشه تقریبا جمعیتی حدود 500,000 نفر. قوه قضاییه، نهادهای انتصابی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینا، تا دلتون بخواد نهادهای بیخاصیت و نهادهای مضر در جامعه ایران ایجاد کردن. در درست کردن دفتر و دستک و دنبک و اینها بسیار هنرمند بودند، البته در سرکوب دیگران هم همینطور. این گروه بسیار گروه مرفهی هست. بخشهایی از این جمعیت حتی با جت اختصاصی به نجف و بغداد پرواز میکنن. من بخشی از عکس‌های مربوط به مدیران در واقع افراد امنیتی که امروز به مدیران شرکت‌ها و صاحبان شرکت‌های تجاری در ایران تبدیل شدن رو دیدم، عکساشون رو، در همین سال 96، چون سوار جت اختصاصی میشن، ذوق زده میشن، از خودشون عکس میگیرن و این عکس‌ها رو میگذارن در سایت‌های مختلف.
در شعر فارسی داریم که پری رو تاب مستوری ندارد. اینها هم نمیتونن همه جا همه چیز رو پنهان کنن. چند سال پیش در یک برنامه‌ای که در مورد سوء استفاده های مقامات صحبت میکردم و روحانیت شیعه، یک عکسی رو خدمت شما نشون دادم که یکی از مراجع شیعه با جت اختصاصی حتی به مکه سفر کرده بود. جت اختصاصی که اینا یا دولتیه یا شبه دولتیه. البته در دوره احمدی نژاد یه عده جت آوردن، یه عده خریدن، ولی معلومه که کیا این جت ها رو خریدن و در اختیار کیا هست. امکان نداره که یک فرد عادی در ایران بتونه بره جت بخره، اصولا مجوز بهش نمیدن و بعد این بتونه هزینه های هم هزینه خرید جت رو بده و هم هزینه اجارش رو در فرودگاه سالانه بپردازه، خرج تعمیر و نگهداریش رو بپردازه. مشخصه که این جت ها مال کیه در ایران. اینها با رفاه کامل به عراق سفر میکنن در این ایام. بهترین هتل هایی که در بغداد و نجف و کربلا وجود داره در اختیار همین افراد قرار میگیره. دسته دوم کارکنان دیوان سالاری مذهبی، دیوان سالاری دولتی و دیوان سالاری نظامی هستند. در ایران عمدتاً سه بخش هست که سه بخش عمده بوروکراسی هست که دارن بودجه کشور رو میمکن و هزینه میکنن. در طول 6 ماه اول سال رسماً اعلام شده بود که 98.3% بودجه کشور خرج هزینه های جاری میشه. حدود 1.9% خرج هزینه های عمرانی شده در کشور. به همین دلیل هم کاری تولید نمیشه در جامعه ایران. پولایی هست، میاد، منابعی هست، همه اینا رو هزینه میکنن برای خودشون. در دسته دوم کارکنان میانی و رد پایین این دیوان سالاری های مذهبی و دولتی و نظامی هستند. اینا عمدتاً مدیران متوسط دولتی، کارکنان بخش دولتی اختصاصی، مثل اون 4200 نفری که خدمتون گفتم در شهرداری تهران از میان مده ها استخدام شدن در مترو و هیچ کاری ندارن، روزها میرن اونجا گشتی میزنن، نمازشون میخونن، میان خونه، حقوق های چند میلیونی میگیرن، تا 11 میلیون حقوق میدن به این مده هایی که در شهرداری تهران استخدام شدن. اینها رو بعد از اینکه شورای شهر تعقیب پیدا کرد، برخی از اعضای شورا اینها رو گفتند. بعد نهادهای تحت نظر بیت، پیمانکاران خرده پای سپاه، شرکت‌های دولتی، کارکنان رد پایین ستادهای تحت نظر رهبری، انواع اقسام ستادها، سازمان‌های تبلیغاتی، بعضی از اعضای شوراهای شهر روستا، خانواده‌هاشون، اینها هم خب جمعیتی هستن برای خودشون، هم جمعیتی هستن که در واقع پایگاه اجتماعی حکومته. حکومت همینا کسانی هستن که در راهپیمایی شرکت میکنن، در مراسم سالگرد آقای خمینی شرکت میکنن. همینها در این ایام سفر میکنن به کربلا. اینها خب چون حقوق های چند میلیونی دارن، امکانات کافی در اختیار اینها گذاشته شده، انواع و اقسام امکانات مصادره شده، مغازه هایی که مصادره شده، خانه هایی که مصادره شده، در اختیار این افراد معمولا قرار گرفته. اینا بخششون کاروان دارن، در کاروان ها شرکت میکنن. اینا استطاعت چندین سفر زیارتی سالانه مثلا به حج و کربلا و مشهد و اینها رو دارن و در این ایام میرن و سفر میکنن. با هواپیمای عادی سفر میکنن، هتل های 2 یا 3 ستاره میرن که قیمتاش خب ارزون تر هست. اینها در واقع بخش ریزخار حکومت هستند و از حکومت دفاع میکنن. اینها اتفاقا جالب هست که بدونید که این بخش بخشی است که به راحتی اگر حکومت عوض بشه اینا به راحتی سویچ میکنن، چون عمدتا این هدف از این قشری که در حول و حوش کیک بزرگ حکومت جمع شده استفاده از امکانات دولتی و منابع دولتیه. هر دولتی که بیاد سهم و هزینه های اینا رو بده، اینا به راحتی پرچم رو برعکس میکنند. من در این جماعت، این جماعتی رو که در حول و حوش جمهوری اسلامی هستن، در طول 14 دهه گذشته هیچ وقت احساس نکردم که اینها پایگاه اجتماعی قدرتمندی هستن. البته چون اینها بسیاریشون در بسیج،
در نیروهای امنیتی، در نیروهای نظامی استخدام هستند و سازمان نظامی سرکوب در اختیار اینها هست، خب قدرت ارعاب در اختیارشون هست. اما اگر یک روزی این داستان از هم بپاشه، مطمئن باشید که چیزی از اینها باقی نخواهد ماند. همه اینهایی که امروز ریش دارند و خانواشون چادر سرشون میکنن، مطمئن باشید که ریش ها رو خواهند زد، با عطر و اودکلون بیرون خواهند اومد. خانم هاشون هم نسبت به قشر متوسطی که در ایران امروز اعتقاد به حجاب نداره و لباس های کاملا شیک و در واقع قابل قبولی رو از منظر اخلاق عمومی میپوشه، اینها مطمئن باشید لختر خواهند بود، بیشتر آرایش خواهند کرد. یعنی اون جنبه های افراطی داستان رو در اینها حتما شما بیشتر مشاهده خواهید کرد. و اما قشر سوم، قشر در واقع لشکر مؤمنان دولتی هستند در ایران. اینا اقشار نسبتا فقیری هستند، حاشیه نشینن، بیشتر در حلبی آبادها زندگی میکنن. این گروه خب این ایام که فرا میرسه، اینها رو با اتوبوس، بخش قابل توجهشون رو سپاه با اتوبوس منتقل میکنه، بهشون نهار گرم میدن، شب جا میدن تو این موکبایی که درست کردن، براشون چادر زدن، میتونن از وایفای مجانی در اون محیط استفاده کنن. دیدم توی این بخش‌های خدماتی که این موکب‌ها دارن، بهشون ماساژ مجانی میدن. انواع و اقسام امکانات دولتی، ظرفیت‌هایی که دولت داره، افرادی که دولت داره، میاد در اختیار در خدمات به اینها در طی مثلا 10 روز قرار میگیره. طبعا بعد شغلی هم که ندارن، بخش قابل توجهی از اینا بیکارن، طبعا میان میرن برای اینکه بالاخره چند روزی رو خوش بگذرانن. اونایشون هم که به اتومبیل میان، اتومبیل‌های نسبتاً و ارزان قیمتی رو دارن، میان و مجموعاً در میانه این سفر از امکانات دولتی استفاده میکنن. در شهرداری ها، سپاه، ستادهای تحت نظر رهبری، وزارتخونه ها میان توی این موکب ها، جایی که اسمشون از موکب درست کردن، در اینها حضور پیدا میکنن، به اینا جای خواب میدن، دوشک میدن، متکا میدن، خدمات درمانی بهداشتی میدن، غذای گرم میدن، امکانات مختلف در اختیار اینا قرار میدن و اینها میان یک هفته 10 روزی رو در این ماجرا وقت میگذرونن. این بخش سوم در واقع از کارکنان رده بالا و رده های میانی که بگذرید، اینا در واقع میشن بخش پایگاه اجتماعی سیال حکومت. حکومت رو اینا خیلی نمیتونه حساب کنه، چون همونایی که قرار هست که در این مراسم حضور پیدا کنن، با یه کبریتی، با یه آتیشی ممکنه که در سمت دیگه قرار بگیرن. اتفاقا در همین ایام فیلم های منتشر شده بود که افرادی خواستن از مرز بدون روادید رد بشن. همینان، همین جماعتی که میان و آمدن برای که وقت گذرانی بکنن، در واقع اینا وقتی صحبت میکنن از مؤمن، آقای خامنه‌ای از مؤمنان صحبت میکنه، منظورش همین اقشار فقیر، نسبتا اقشار بیکار و جمع قابل توجهی از اراذل و اوباش در محلات هستند که توی این مراسم ها حضور پیدا میکنن. و اما تدارکات این داستان چگونه انجام میشه؟ بخش تدارکات مراسم اربعین برای زوار ایرانی، در اونها رو میشه در سه بخش طبقه بندی کرد. یک بخشش بخش زیرساخت است. در این بخش سالانه صدها میلیون دلار هزینه میشه. این گزارش های رسمیش هست، از ساخت مقبره ها، ساخت صحنها، ساخت جاده های مرزی برای اینکه کربلا و عراق مردم راحت‌تر بتونن برن و برگردن، ساخت پنجره های فولادی، آینه کاری ها و انواع و اقسام قضایایی که به این ماجرای امامزاده سازی و صنعت امامزاده سازی در ایران ارتباط داره. ساختن پارکینگ در مرز برای کسانی که میخوان بیان ماشینشون رو بگذارن و با وسایل نقلیه عمومی برن، ساخت فرودگاه، امروز دارن یه فرودگاه در کربلا میسازن و مشخص هم هست که کار بخش ایرانی داستان هست. این پروژه‌های بزرگ، پروژه‌های زیرساختی، اینها سالانه چند صد میلیون دلار هزینه داره و تمام این هزینه ها از جیب مردم ایران داره پرداخت میشه. به دروغ اینا رو میگن که خیرینی هستن که میان. ما در ایران هیچ خیری رو نداریم که یک بار 40 میلیون دلار
هزینه سالانه ساخت بارگاه امام حسین بکنه. ما چنین افرادی رو در ایران اصولا نه تجارت عجیب و غریبی در ایران وجود داره، نه صنعت عجیب و غریبی وجود داره، نه بخش خصوصی عجیب و غریبی در ایران وجود داره که بتونه این هزینه ها رو بپردازه. اینا همه مشخص هست، امکانات دولتی است و کسانی که فریب این داستان ها رو میخورن اونها مشکل ذهنی خودشونه که تصور درستی از آنچه که در ایران در اقتصاد ایران میگذره ندارن. اقتصاد ایرانی اقتصاد دولتی است. امکانات در واقع اقتصادی عمدتاً در اختیار دولت هست. بخش خصوصی همین مغازه هایی هستن که سر کوچه ها هستن، یا یه شرکت کوچولویی مثلا با 4 نفر که یه پروژه کوچیکی رو از بخش دولتی میگیره و اجرا میکنه. سالانه هم مجموعه آنچه که در دستگاهش میتونه رفت و برگشت پیدا کنه مثلا چیز در حدود 1 میلیارد دلاره، 1 میلیارد تومنه که مثلا میشه حدود 250,000 دلار. چیز رقمهای قابل توجهی نیست. این پولهای عجیب و غریبی که ساخت این زیرساختها در عراق میشه، اینها مشخص هست که بودجه های دولتی است و خب اینا خودشون رو مسئول این داستانا میدونن. یعنی از نظر آقای روحانی یا آقای خامنه ای یا مراجع قم، اینا این کارها رو چون حکومت مال خودشون میدونن، درآمدهای نفتی رو مال خودشون، اینا رو از فکر نمیکنن از جیب مردم دارن درمیارن. این درآمدها رو مال خودشون میدونن و دارن در عراق هزینه میکنن برای اینکه دم و دستگاه درست کنن، برای اینکه این داستان فریب افکار عمومی و ماجرای مراسم مذهبی و کشاندن مردم هر ساله، بالاخره سرگرم کردن مردم با این داستانها و اون طرف پروارتر شدن رو، اینها رو ابدی کنن. کارهاییست که در طول این 14 دهه انجام دادن. بخش دوم تدارکاتی این ماجرا بخش تمهیداتیه، یعنی فراهم کردن تمهیدات و ابتداییات سفر هست برای کسایی که میخوان به اربعین برن. از ماها قبل تسهیلاتی رو که باید در خدمت زوار قرار بگیره میاد و متمرکز میشه در این بخشش، در این موکبات، بخشش هم در جاهای دیگه که در اینها همه جور امکانات دولتی، بخش عمومی مثل شهرداری ها و بخش حکومتی تحت نظر آقای خامنه ای میاد و اونجاها داره هزینه میشه، چون بالاخره باید چادر بزنن، بالاخره اگه آشپزخونه رو باید سر پا کنن، چون یه دفعه مثلا یه موکب در یه روز به 30,000 نفر 50,000 نفر میخواد غذا بده، خب این رو یک آشپزخونه معمولی نمیتونه انجام بده. معمولا هم امکانات سپاه هست، آشپزای سپاه هستن، آشپزای بسیج هستن، میان و این کارا رو انجام میدن. یک کار هیئتی است که همه بخش‌های دولتی درش مشارکت دارن. بخش سوم داستان هم در واقع خدمات همون چند روزه، مثلا مثل نیروهای شهرداری تهران رو که میبرن اونجا، بهشون اضافه کار هم میدن برای اینکه آشغالای اونجا رو جمع کنن و در محدوده راهپیمایی در خود کربلا افرادی هست باید باشن اونجا به مردم غذا بدن، به مردم امکانات بدن، پزشکانی رو، بیمارستانهایی رو، آمبولانسایی رو در دستگاه دولتی میفرسته. تمام اینها خب باید هزینه بشه و تمام این هزینه ها از جیب تک تک شهروندان ایرانی خرج میشه. ببینید این رو مقایسه کنید مثلا با یک کشور غیر ایرانی غیر شیعه، درست مثل این میمونه که سالانه از جیب مردم بریتانیا که حدود 80 میلیون نفر هستن، 2 میلیون نفرشون قراره که برن سفر تفریحی، سفر زیارتی، همه هزینه های اینها، حتی اون چیزایی رو که اون دولت مربوطه، دولت رو که بهش سفر میکنن، اگه فرودگاه نداره، اگه نمیدونم تأسیسات اقامتی نداره، اگه نمیدونم تأسیسات زیارتی نداره، تمام اینا رو هم قراره دولت بریتانیا بسازه. همه این داستان ها رو دولت ازش تکفل میکنه. یعنی یک جمعیت 2 میلیون نفری در مقابل 80 میلیون نفری که میشه چیزی در حدود 5% جمعیت، نه 5% هم کمتر میشه، چیزی در حدود 80 میلیون نفر، 2 میلیون نفر میشه در حدود 1/40، 2.5%، 2.5% جمعیت یک کشور براشون سالانه صدها میلیون دلار هزینه میشه که به یک سفر زیارتی برن. این بزرگتر، این اگر این ماجرا در یک کشور غربی، در یک کشور دموکراتیک و آزاد انجام میشد، این بزرگترین رسوایی یک حکومت هست.
که متاسفانه در ایران باهاش به صورت یک امر عادی برخورد میشه. من ندیدم کسی بیاد و چه در میان گروه هایی که خودشون اصلاح طلب میدونن، چه در میان گروه های چپ، من کمتر دیدم کسی بیاد به این ماجرا اعتراض کنه. فکر میکنن اینا جریان مذهبیه. مذهب کی گفته که باید پول زیارت مردم رو باید از جیب دولت، از خزانه دولت و از عوارض شهرداری باید اینها پرداخت بشه؟ توجیه داستان دقیقا همین هست. یعنی از حتی ما از میزان دقیق هزینه هایی که هر ساله برای اربعین انجام میشه خبر نداریم. تک تک پروژه ها رو گهگاه آمار میدن که مثلا در طول سال گذشته 25 میلیون دلار هزینه مثلا صحن فلان شد، صحن کذا شد، در سامرا هزینه شد، در فلان جا هزینه شد. از میزان خدماتی هم که داده میشه خبر داریم که مثلا اینا چیز احتمالا در اون ایام اربعین به صدها هزار نفر غذای مجانی میدن. خب اینا پوله، یعنی هزینه است. شما به یک نفر بخواید غذا بدید، چیزی در حدود مثلا کشوری مثل عراق چیزی در حدود مثلا 5 دلار تا 10 دلار هزینه غذای روزانه یک فرده. من اطمینان دارم که اگر روزی حکومت در ایران یک حکومت عرفی باشه، کاری به کار مذهب مردم، من معتقد نیستم حکومت باید با در برابر دینداری مردم بیسته. مردم آزادن با هر دینی داشته باشن، بی دین باشن، زرتشتی باشن، حکومت باید بیطرف باشه نسبت به دین مردم. اما یک روزی در ایران باشه که حکومت طرف یک دین خاصی رو نگیره، برای یک دین خاصی هزینه نکنه، اگر حکومت پاشو از این مراسم اربعین بیرون بکشه، شما اطمینان داشته باشید که این جمعیت 2 میلیونی به سرعت آب خواهد رفت. یعنی چیزی شاید در سال مثلا برای ایام اربعین کسانی که واقعا اعتقاد دارن و جیب خودشون قراره بپردازن، هیچ خدمات دولتی نباشه، شما اگر بخواید یه سفر خیلی کوتاه خارجی داشته باشید که خانواده 4 نفری، چیزی در حدود 4-5 هزار دلار هزینه شماست، از هزینه هتل تا بیمه بهداشت و درمانتون تا هزینه غذاتون تا هزینه رفت و آمدتون. این هزینه ها رو معلوم هست که خانواده های ایرانی نمیتوانن بپردازن، اکثر خانواده های ایرانی نمیتونن بپردازن، حتی اونایی که توسط روابط پارتی بازی و آشنایی و بسیجی و اینها در ادارات دولتی امروز استخدام شدن، اونها هم توان پرداختش رو ندارن. خب براشون خیمه میزنن، غذای مجانی میدن، دکتر مجانی اونجا هست، تمام این داستانها خب کمک میکنه به اینکه یه عده رو تشویق کنه که به این مراسم برن. یه دین دولتی است. دقیق ترش امروز در ایران ما یک دین نفتی داریم. یعنی اگر روزی یکی از بزرگترین اتفاقاتی که در ایران میتونه بیفته و متاسفانه به این زودی ها اتفاق نخواهد افتاد، این است که ذخایر نفت و گاز این کشور به پایان برسه، یا اینکه اگر همتی در دنیا وجود داشت نفت و گاز ایران تحریم میشد، اون وقت شما میدیدید که واقعا از این مذهب دولتی، از این دین دولتی در ایران چه چیزی باقی خواهد ماند. دینی که امروز در ایران هست دین نفتی است و تک تک مراسمی که شما میبینید، این لباس‌های روحانیونی که می‌بینید میان با عبا و عمامه‌های شیک در تلویزیون، این تلویزیونی که سالانه حدود 1 میلیارد دلار هزینه‌اش میشه، اینا همه نفتی است. اگر درآمدهای نفتی رو شما بزنید، اون وقت تلویزیونی که قرار هست مردم حق اشتراکش رو بپردازن، اون تلویزیون دیگه به شما شبانه روز آقای جوادی آملی و از قندی و ولایتی و کذا به شما نشون نمیتونه بده، چون کسی برای اونها نمیاد هزینه بپردازه. حق اشتراک ماهانه، شما امروز در ایالات متحده اگه بخواید کانال‌های عادی رو بود مثلا 100 120 تا کانال داشته باشید، باید ماهانه بین حدود 30 تا 50 60 100 دلار بپردازید، بسته به نوع کانالی که می‌خواید. کدوم ایرانیه که حاضر باشه ماهانه چنین مبلغی رو برای صدا و سیمای دولتی در ایران بپردازه؟ من تعدادشون رو تقریبا نزدیک به صفر میدونم. حتی کسانی که کاملا به این حکومت باور دارن، اونها هم یک ریال برای اینکه از تلویزیون دولتی استفاده کنن حاضر نخواهند بود که بپردازن. برای این مراسم هم همینه. یعنی اگر شما پول دولتی و امکانات دولتی و تدارکات و تجهیزات دولتی رو بیرون بکشید از این گونه ماجراها، چیزی تش باقی نخواهد ماند.
به همین دلیل هم هست که من خدمت شما همیشه عرض کردم که بزرگترین مشکل توسعه کشور، دموکراسی، آزادی، بزرگترین مسئله این هیولای دین دولتی است که امروز بر ایران حاکم هست. این هیولا اگر کنار بره، بسیاری از مسائل جامعه ایران به طور طبیعی و روتین حل میشه. یعنی مردم، یه کسی میاد یه رادیو را میراه میاندازه، یه شبکه تلویزیون میراه میاندازه و بعد هم مردم اگر خواستن هزینه‌هاشو میپردازن، نخواستن شبکه تلویزیونی تعطیل میشه. دیگه از جیب مردم پولی برای این شبکه‌ها داده ریخته نخواهد شد. بعد این مردمی که قرار هست که شما حساب کنید 1 میلیارد دلار رو سالانه از جیب مردم ایران میریزن توی این چاه ویل رادیو تلویزیون دولتی. خب این مردمی که این پولا رو نپردازن قدرتمندتر میشن، قدرت خرید بیشتری پیدا میکنن. مقامات دولتی در ایران هزینه کردن برای این گونه مراسم رو وظیفه خودشون میدونن، حق خودشون میدونن. کشور اصولا کشور رو مال امام زمان میدونن، خودشون هم نائب امام زمانن. یعنی این که ما صحبت میکنیم که اینا بودجه عمومی است، اینها نمیدونم حقوق شهروندی است، اینها باید با حساب کتاب خرج بشه، بودجه مجلسه، اینا مال تصور مدرن نسبت به دولت ملت هست. روحانیون شیعه و پاسدارهای اونها اینا چنین تصوری به دولت ندارن. اینا دولت رو در واقع معتقدن تمام منابع کشور مال امام زمانه، اینها هم نماینده های امام زمانن، هر طوری که بخواهن میتوانن منابع کشور رو هزینه کنن. این تصوری است که دارن. حالا یه عده اینو در روشن میگن، یه عدهشون هم اینو نمیگن، مردم رو فریب میدن، بازی میکنن. بودجه دولتی یه صفحه هر سال چند صفحه رو میارن در یه مجلسی که همشون توسط شورای نگهبان انتخاب شدن، اینو تصویب میکنن به عنوان اینکه بودجه داره این کشور. چنین چیزی وجود نداره. اینا بخش قابل توجهیش ظاهرسازی است، نمایشه. آنچه که در صحنه عمل اتفاق میفته این است که یه بودجه نفتی میاد، یک کیک بزرگی است. اون مثال کیک بهترین مثاله. چند تا این چیزای قاشای مهمش رو، بزرگش رو دستگاه رهبری برمی‌داره، بعد شرکت‌های دولتی برمی‌دارن، روحانیون برمی‌دارن. یه چیزایی هم هست که برای اینکه مردم سر و صداشون بالا نره، برای واردات گندم و واردات روغن و اینجور غذایا هزینه میکنن، برای اینکه امور جاری کشور، مردم از گرسنگی تو خیابون نریزن، نانوایی ها رو غارت کنن یا مغازه های غذا فروشی رو غارت کنن. در همین حد، در همین حد به مردم رسیدگی میشه. بخش دیگری، من در کشور 40 سال در ایران زندگی کردم که حدود 22 سالش تحت حکومت جمهوری اسلامی بوده. من چیزی غیر از این ندیدم که در اختیار مردم قرار بگیره، غیر از سوبسیدهای نان برای عموم مردم. برای خودی ها و خاصان انواع و اقسام امکانات وجود داره، اما برای عموم مردم چیزی در حد همین خوراک بخور و نمیر هست که صداشون دیگه تا اون حد بلند نشه و برای دولت مشکل درست نکنن. اما ماجرای 40، حالا از این جزئیات جمعیتیش و تدارکاتیش که بگذریم، یکی از درس‌های بزرگی است که جمهوری اسلامی از انقلاب سال 57 گرفته، در هم در ماجرای تبلیغات دولتی و هم در داستان پایگاه اجتماعی و سرکوب مخالفان. جمهوری اسلامی با نوع سیاست‌هایی که پیش برده، یک گروه، یک این یکی از دلایل مهم اینه، این هست که این حکومت هنوز پابرجاست. یه پایگاه اجتماعی چند میلیونی برای خودش درست کرده، چیزی در حدود همون 2.5 تا 4.5% جمعیت کشور که اینها حضور دارن در برنامه‌های مختلف. مردمی که حکومت از رو صحبت می‌کنه، آقای خامنه‌ای مرتب میگه مردم همینان، همین جمعیت 5% که سازماندهی داره، پول داره، امکانات دولتی در اختیارشه، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی، همه در اختیار اینهاست. این جماعت همه امکانات کشور، مقامات کشور رو همین جمعیت 5-4 بین مثلا 3 تا 5% در اختیار خودشون دارن. اینها هستن که امروز بر مقدرات کشور حاکم هستن. بقیه حدود 2/3 که اصولا فقیرن، حد اکثر تلاشی که بتوانن بکنن در طول شبانه روز این است که نانی به دست بیارن و جای خوابی پیدا کنن که بخوابن. 2/3 جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنه در ایران
و مسئله اصلیش همین قضایای روزمرهشه، اینه که نونش رو چی کار کنه، نمیدونم هزینه آب و برقش رو چی جور بده، اجاره مسکنش رو چی جوری بده، درگیری های روزمره در زندگیه. چیزی که بین اینها میمونه اون 5% و این در واقع حدود 65%، چیزی در حدود 30% در جامعه ایران هست که اینها حالا در یه دوره‌ای ممکنه به جمهوری اسلامی وصل بودن، در یه دوره‌ای به رژیم پهلوی وصل بودن، اینها از دغدغه‌های روزمره فراترن. اما بخشی از این 30% حدود مثلا 10-15% مدام در حال تلاش هست برای اینکه به اون کیک دسترسی پیدا کنه. شما صحبت‌هایی که هنرمندان در ایران می‌کنن یا ورزشکارا در ایران می‌کنن نگاه بکنید، بخش قابل توجهش اینه که علیه هم میزنن برای اینکه از امکانات حکومتی، از اون پولایی که هست، سوبسیدایی که هست بیشتر استفاده کنن. رقابتی که وجود داره برای دعوا دارن میکنن که از این کیک بیشتر گیرشون بیاد. بخشی همین داستان اصلاح طلب، اصلاح درست شدن اصلاح طلب ها، این جمعیت اصلاح طلب همون جمعیتی هست یا به کسانی که به این اصلاح طلب ها مدام رأی میدن که تقریبا مثلا بین حدود 10-15% جمعیت هستن. اینها کسانی هستند که دغدغه‌های معیشتی و اینها فراتر رفتن و به دنبال این هستند که امکانات بیشتری، یعنی طرف اگه مثلا 2 آپارتمان داره اینو بکنه 4، اگر حساب بانکیش مثلا 80 میلیونه این رو به 280 میلیون ارتقا بده. به همین دلیل هم هست که بعد از داستان بعد از داستان جنبش سبز این بحثا تمام شد و بحثای مخالفت و همه کاملا در چارچوب نظام حرکت میکنن. سخنی علیه یا مخالف حکومت شما از زبان این جماعت اصلاح طلب نمیتونید بشنوید، برای اینکه اونها هم دارن با جماعت اصولگرا رقابت میکنن برای اینکه سهم بزرگتری از این کیک داشته باشن. حکومت تونسته این جمعیت حدود 3-5% پاکار برای حکومت رو این رو سازمان بده، در کنار خودش داشته باشه و متاسفانه مخالفان حکومت که یک جمعیت قابل توجهی از معترض رو در کنار خودشون دارن، متاسفانه نه سازمان دارن، نه امکانات مشخصی دارن، نه پیام مشخصی رو برای این جمعیت عرضه می کنن و نه یک بدیل، یک آلترناتیو مشخص رو برای این حکومت عرضه می کنن. خب طبعا در چنین شرایطی اون جمعیت کوچکی که سازمان داره و پول داره و امکانات داره، اون جمعیت همیشه میتونه بر اون جمعیت بزرگتر غلبه پیدا بکنه. کسی واقعا اگر خالصانه بخواهد در چارچوب‌های مذهبی همین شرعی که وجود داره، در چارچوب همین شرع عمل بکنه، یک دونه از این مراسم مذهبی رو نمیتونه بره. ببینید شما اگر یک کسی یک بار دروغ بگه نمیتونید پشت سرش نماز بخونید. تمام مقامات جمهوری اسلامی بلا استثناء مدام دروغ میگن، هیچ شکی در این موضوع نداشته باشید. در آمارهایی که میدن، در اطلاعاتی که مردم میدن، در گزارشهایی که در مورد دیگر کشور، تمام صحبتهای آقای خامنه‌ای در مورد ایالات متحده دروغه بلا استثناء، چون ایشون اصلا کارش این هست که ایالات متحده رو در اذهان مردم ایران به دروغ جلوه بده. بعد خب یک جماعتی هستن میرن پشت سر ایشون نماز میخونن. اصلا نماز اینها معنی نداره، نماز بی‌معنی است. اصلا در چارچوب مذهبیش هم شما نگاه بکنید، اصولا در پشت سر کسی مثل آقای خامنه‌ای نمیشه نماز خوند، چون مدام ایشون دروغ میگه، آقای روحانی مدام دروغ میگه، دیگر مقامات روحانی که در کشور هستن و همشون تو مساجد امام جماعت هم هستن، همه اینها شبانه روز دارن دروغ میگن و متاسفانه عده‌ای میرن پشت سر اینها نماز میخونن. اینا مراسم مذهبی نیست، اینا همه مراسم دولتی است. مراسم اربعین هم مثل همونها مراسم دولتی است و افراد نمیتوانند خودشون رو فریب بدن که دارن در مراسم مذهبی شرکت میکنن. امروز ما مذهب غیر دولتی در ایران نداریم، اصلا نمیتوانیم داشته باشیم، چون دولت به دنبال این هست که تمام این چارچوب‌های مذهبی رو کنترل کنه و کنترل میکنه. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه 10 از دوره 20 برنامه در غیر این صورت. بحث این برنامه‌مون در مورد نقش مراسم مذهبی بود در تبلیغات سیاسی و بسیج اجتماعی و درست کردن پایگاه اجتماعی که متاسفانه حکومت در این زمینه‌ها در اون چارچوب‌هایی که عمل کرده، البته اینا همه به ضرر منافع ملی بوده،
اما در اون چارچوب هایی که عمل کرده باعث شده که این حکومت بتونه دوام پیدا کنه. تا هفته آینده و در برنامه دیگر، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.